اوکراین و روسیه با وساطت امارات 206 اسیر رو با هم مبادله کردن. این هشتمین باریه که امارات برای تبادل زندانیان بین دو طرف میانجیگری میکنه. همزمان در کیف درخواست ها برای صدور اجازه استفاده از سلاح های غربی برای حمله در خاک روسیه بیشتر شده. دیشب بایدن رئیس جمهور آمریکا و استارمر نخست وزیر بریتانیا با وجود حمایت دوباره از اوکراین قول جدیدی در مورد استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد ندادند. در همین رابطه همراه میشیم با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا که از ناتینگهام با ما همراه میشن. آقای نوربخش، خیلی اوکراین امیدوار شده بود که دیدار استارمر و بایدن ختم به این بشه که اجازه استفاده از سلاح‌های دوربرد در خاک روسیه داده بشه، اما چنین اتفاقی نیفتاد. بله، ظاهرا اون تهدیدی که دیروز آقای پوتین عمدن، یعنی قبل از شروع این دیدار کرد و اون چهره ترسناکی که از خودش نشون داد کار خودش رو کرد و باعث شد که در علنا حداقل چنین چیزی اعلام نشه از سوی هم رئیس جمهور آمریکا هم نخست وزیر بریتانیا. ولی بعد این نکته رو هم توجه کرد که ببینید، خب قبلا چنین تهدیداتی از سوی پوتین بارها و بارها شده بود راجع به دخالت کشورهای غربی، به اصطلاح دخالت کشورهای غربی در جنگ اوکراین، و بعد از چند مرحله که این دخالت عملی شد بعد کمپین دیگری را اندازه شد و اونم تلاش برای کاستن از اثرات و خسارات این تصمیم بود. یعنی احتمالاً اگر دیشب هم حتی این اتفاق می افتاد، اتفاق خاصی از سمت روسیه یا واکنش خاصی از سمت روسیه به وجود نمی آد، مگر اینکه دوباره بحث این که خب حالا این تصمیم خیلی هم تاثیر روی قابلیت‌های نظامی و دفاعی ما نخواهد داشت. بعد اوکراین بسیار امیدوار بود که این به صورت عملی و علنی این اجازه داده بشه که حالا صدورش داده نشده. و یک نکته مهمتر اینم هست که آقای پوتین هم دیروز اعلام کرد که طبق معمول گفت که اوکراین قادر به اجازه استفاده مستقیم از سلاح نیست، مگر اینکه با کمک کارشناسان ناتو، و این همین صرف وجود استفاده از این سلاح ها باعث میشه که پای ناتو به وسط جنگ کشته بشه، که این نکته درستی البته نیست. چون ببینید، به هر حال وقتی کشوری دست به صادرات سلاح یا انتقال سلاح میزنه، یک دوره‌ای در اول برای آموزش کاربرد این سلاح استفاده میکنه، بعد از یک دوره‌ای کارشناسان نظامی خود اون کشور استفاده از اون سلاح رو یاد میگیرن و استفاده میکنن. و این به نوعی فقط به نوعی تهدیدی بود که خاص برای افکار عمومی هم روسیه و هم کشورهای غربی تأثیر بذاره، برای افکار عمومی روسیه اینو بار دیگر جا بندازه که اگر روسیه در این جنگ اونقدر موفق نبوده که از فتح 3 روزه که حالا به جنگ 3 ساله رسیده، یکی دلیل همین دخالت به اصطلاح گسترده غرب در جنگ است و روسیه با اوکراین نمی جنگ، روسیه با کل غرب در حال جنگ است و افکار عمومی غرب رو هم به نوعی علیه حکومت های خودشون هوشیار کنه که ببینید این دخالت حکومت های شماست که این جنگ رو ادامه میده و گسترش میده، وگرنه این جنگ باید خیلی وقت پیش تموم شده. سپاسگزارم از توضیحات شما. ضمن اینکه این خبر رو هم اضافه کنم که همین دقایق پیش وزرای خارجه گروه G7 ارسال موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی به روسیه رو به شدیدترین شکل ممکن محکوم کردن. باز هم ممنونم از شما عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا که از ناتینگهام با ما بودن.